بیانیه استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، ششم مارس 2014. کودتای مالکی علیه پارلمان و تیر خلاص به روند سیاسی، گامی جدید در خودکامگی و دیکتاتوری در آستانه انتخابات عراق، ضرورت توقف کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی به مالکی. انتخابات باید زیر نظر ملل متحد و توسط یک دولت اجرایی انجام شود. انتخابات تحت کنترل مالکی نه عادلانه است و نه آزاد. نوری مالکی نخست وزیر عراق در آستانه انتخابات عراق گام جدیدی در خودکامگی و دیکتاتوری برداشت و در سخنرانی هفتگیش با وقاحت گفت: مجلس عمرش به پایان رسیده و با هیئت رئیسش پایان آن را اعلام کرده است. این همان مجلسی است که مالکی منصب خود را از آن گرفته است. وی در این سخنرانی یک قدم فراتر گذاشت و گفت: دیروز در دولت با اکثریت تصمیم گرفتیم که این بودجه را جاری کنیم و آن را هزینه کنیم، چه در مجلس تصویب بشود یا نشود. وی به صراحت گفت: مجلس نباید از خواستها و مطالب دیکته شده توسط او تخطی کند، و تصریح کرد وقتی دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه می کند، قانون تغییر می کند و به آن چیزهایی افزوده می شود که قانون را از هدف اصلیش دور می کند و به سمت دیگری می رود که هزینه هنگفتی روی دست دولت می گذارد. وی که مانند همه دیکتاتورها خودش را شاخص قانون و مخالفت با خود را نقض قانون می داند گفت: مجلس با مجموعه نقضهای قانون ویژگی های قانونگذاریش و قانونیش را از دست می دهد. مالکی که پیش از این با پشتیبانی رژیم ایران قوه قضاییه را تحت نفوذ خود درآورده است گفت: امروز ما نسبت به روش‌ها و عملکرد مجلس به دادگاه فدرال شکایت کردیم. وی که پیشاپیش از حکم دادگاه مطمئن است افسود: امیدواریم که اعضای مجلس نمایندگان نسبت به حکم دادگاه شجاعانه عمل کنند. اظهارات مالکی چیزی جز یک کودتا علیه مجلس و تیر خلاص علیه روند سیاسی در کشور نیست و حقیقتی را که ما پیش از این بارها بر آن تأکید کرده بودیم ثابت می کند. یعنی ثابت می کند که مشکل اصلی عراق شخص مالکی و انحصار طلبی و خودکامگی اوست. او با زیر پا گذاشتن همه قواعد دموکراتیک و حذف مخالفان یکی پس از دیگری روند سیاسی را به نابودی کشانده، جنگ فرقه‌ای به راه انداخته، به نسل کشی سنی ها پرداخته و شیعیان را بی‌رحمانه سرکوب می کند. به نظر می رسد که هیچ پروسه حقوقی برای بسیاری از زندانیان دستگیر شده که به پای چوبه های دار برده می شوند وجود ندارد. من یک کنفرانس بزرگ را در پارلمان اروپا در ماه گذشته درباره حقوق بشر در عراق برگزار کردم که بسیاری از برجسته‌ترین رهبران سیاسی و مذهبی عراق در آن شرکت کرده بودند. سپس در 27 فوریه ما یک قطعنامه قوی در پارلمان اروپا درباره عراق تصویب کردیم که به روشنی اعلام کرد: نوری مالکی به هیچ کدام از نگرانی‌های اقلیت سنی پاسخ نداده است. تخریب کمپ‌های اعتراضی یک ساله اهل سنت در رمادی توسط دولت در 30 دسامبر 2013 باعث درگیری خشونتباری در استان الانبار گردید و پارلمان از آمار بالای اعدام‌ها در عراق شدیداً نگران است و از مقامات عراقی می‌خواهد تا جهت توقف اعدام‌ها اقدام نمایند. پارلمان اروپا بر این باور است که برای ایجاد احساس امنیت برای شهروندان عراق اصلاح سیستم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ما ضمن هشدار در مورد اینکه مالکی با هدایت و پشتوانه رژیم ایران و با دیکتاتوری و خشونت عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است، شورای امنیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را
به اقدام فوری در این رابطه فرا می خوانیم و بر نکات زیر تأکید می کنیم. 1. هر گونه کمک تسلیحاتی به مالکی و دولت او باید متوقف شود. این سلاح‌ها فقط در خدمت کشتار مردم عراق و پیشبرد خط رژیم ایران در منطقه و دامن زدن به جنگ فرقه‌ای در تمام خاورمیانه است. 2. کمک‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به عراق از یک سو در گرداب فساد دولت مالکی فرو می‌رود و سوی دیگر صرف سرکوب و کشتار مردم عراق می‌شود. این کمک‌ها باید طی یک برنامه مشخص کم یا متوقف شود. 3. انتخاباتی که مجری آن دولت مالکی باشد هرگز آزاد و عادلانه نخواهد بود، به خصوص که وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و همه ارگان‌های امنیتی تحت کنترل شخص مالکی هستند و او از آنها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کند. یک انتخابات عادلانه صرفاً توسط یک دولت موقت اجرایی و تحت نظارت کامل ملل متحد امکان پذیر است. استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا.